یه هشدار جدی به تمام سرمایه گذارای بازار مالی اونایی که سرمایه هاش رو نگه داشتن سهام دارن توی ایالات متحده یا اینکه تریدرایی که بازار نزدک و دو و سمپی شاخص سهام ایالات متحده رو ترید میکنن بازار مالی روی لبه قرار گرفته اتفاقاتی که در جریان هست دیتایی که اومده توی بازار مالی نشان دهنده این هست که در حقیقت کاتریت باید صورت بگیره و فد دیگه مجبور کاتریت رو انجام بده خیلی ها. از کارشناس ها الان دوباره معتقدن که فد داره دیر میکنه نباید تصمیم عجولانه بگیره اما احتمالا پنجاه در واقع پوینت پنجاه واحد یا نیم درصد کاهش ریت بانکی رو شاخ فد هست باید ببینیم آیا پالسی سیاستاش تغییر میکنه یا نه اما اگه داره اپل انویدیا تسلا متا هستی این ویدیو برای جالب گرچه برای اون دسته از دوستایی که شاخص سهام رو هم کار میکنن یا با کندل استیکی دارن کار میکنن نموداره جالبی اول از همه میخوایم بریم سراغ چارت اپل اپلی که چارت روزانهش اگه با هم دیگه بررسی کنیم یه چارت بسیار جذابی قرار داده روی ناحیه‌ای ای که داشتیم قیمت اومده نگاه کنیم تک تک این موقعیت ها رو توی در واقع ماهای گذشته در موردش صحبت کردیم اپل اومد یه دونه در واقع زخامتی که اینجا بود یه گپی که داشتیم رو کاور کرد پر کرد و روز جمعه نگاه کنیم بعد از دیدن ضعف بایرا کندل کلوز بسته شده به نظر میرسه که اپل از اینجا سفر خودش رو شروع میکنه مینیموم تا عدد 211 شاید اگه بخوایم بدبین باشیم روی اپل باید ببینیم که در واقع اپل پایین ترین ناهیش کجاست و به احتمال در واقع شاید بگیم قریب و یقین به احتمال زیاد اپل میخواد از اینجا حرکت بکنه و یه ریزشی رو داشته باشه تا برسه به این ناحیه معروف خودش 181 که ناحیه بسیار مهمیه چارت اپل بدون شک میتونه نه فقط بازار تکنولوژی نزدک و تکون بده بریزونه بلکه میتونه رو سهام دیگه هم تاثیر داشته باشه رو ساپلای راش رو در واقع فروش های کلی بازار و سایر منابعش خیلی مهمه در واقع چارت اپل قطعا دنبال بکنید به نظرم دیگه این بالا رو گرفته و سفر خودش رو میخواد شروع بکنه با در واقع کاتریت معمولا اتفاقی که میفته تو کاتریت هم همینه زمانی که سهام شروع میکنه ریختن کاتریت انجام میشه و نمودار ویکلیش هم حتما چک بکنیم بعد سهام اپل بریم سراغ سهام انویدیا انویدیایی که چارت روزانش به این شکل درمده اولا اسپلیتی انجام شد این تعداد سهام ها چندین برابر شد قیمت ریخت و الان قیمت برای اولین بار بعد از اون حرکت نگاه کنید بعد از ضعف سلرا اولین مذارت میکنم ضعف بایرا اولین ضعف بایرای خودش رو بعد این حرکت سوینگ اینجا داده این میتونه تله باشه من منتظر بودم قیمت برگرده به این ناحیه در واقع انویدیا اما به هر حال انویدیا قوی تر ریخته کلوز روز جمعه پایین تر از این دو روز بسته شده و به نظرم کاملا انویدیا فرصت این رو داره چون چارتمون چارت اجاست شده نیست به نظر میرسه که انویدیا کفای مهمی رو میشکونه و اگه نگاه بکنیم بعد این قراره که قیمت حرکت بکنه و بیاد پایین به ناهی های مهمی برسه یعنی فکر میکنم اگه بخوایم انویدیا رو با ساختار اصلی خودش مقایسه بکنیم بندازیم انویدیا با ساختار اصلی خودش مقایسه بکنیم الان انویدیا باید هول و هشه. شاید آره بگیم اینجا باشه پس بنابراین کاملا جا داره یه 20 درصد تا 3 درصد قیمت انویدیا بیاد پایین این چارت اجاست شده نیست تنظیم شده نیست همونجوری که میبینید تفاوت قیمت هم هست پس بنابراین چارت دوم روزانه ما چارت انویدیایی که به نظر میرسه سفر خودش رو شروع کرده مینیموم تا 90 دلار ما من دارم میبینم که حرکت میکنه و ببینیم آیا 90 دلار اگه بشکونه اون موقع میتونه اتفاقای مختلفی رو رقم بزنه این از چارت دوم انویدیا بریم سراغ تسلا تسلایی که قطعا خیلی دنبالش میکنن تسلا هفته گذشته اومد ناهیهی که من داشتم اون گپی که داشتیم رو به نظر گرفته این دوتا در واقع قیمت رو پشت سر گذاشته یه دونه کندل بزرگ زده روز جمعه و به نظر میرسه که بعد از یه پول بک احتمالا دوباره ریزش خودش رو شروع میکنه تسلا هم میتونه S&P رو تحت شعا قرار بده و خیلی قشنگ شروع کنه به ریزش اگه تسلا رو ویکلیش رو هم بذاریم ویکلی تسلا هفتگی تسلا کاملا داره نشون میده که قیمت جمع کرده آماده است که چه اتفاقای رقم بزنه شاید خیلی از این چارتا چارتای ماهیانش هم جالبه توی ماهیانه تسلا شاید تسلا یه حرکتی داشته باشه اما به نظر میرسه که قبل از اون حرکت سعودیش تسلا قرار بیاد سبک بشه کاملا و یه حرکتی رو بزنه پس بنابراین تسلا منتظر میشم روزای آینده بعد باز شدن بازار قیمت بیاد برسه اینجا و بعد یه ریزشی رو تجربه بکنه اما بعدش بریم سراغ سهام بعدیمون سهام جذاب در واقع میتونم بگم آمازون آمازون شکل مشابه اگه دنبال بکنیم آمازون رو کاملا مطابق معمول مطابق بقیه چهارتا آمازون هم یه ناحیه خوب داره آمازون دوست داشتم که این ناحیه رو بگیرم اما انقدر پی ام آی سرویس تاثیرگذار بود نتونست برگرده این ناحیه پس بنابراین آمازون بعد از احتمالا یه ریتریس یه پولبک یه شدو به ناحیه بالایی میتونه تا 151 هلوش 20 درصد ارزش خودش رو از دست بده و البته بعد از آمازون میتونم بگم متایی که تو کاملا میتونم بگم داره در هم میشکنه متا خیلی زیبا از همهشون شاید جذابتر باشه بعد اپل کاملا متا همون فیسبوک سابق کاملا اومده روز جمعه کندلا رو کاور کرده منتها اینجا بعد این ریزشه به نظرم روز دوشنبه سه شنبه میتونه برگرده یه تستی انجام بده و بعد شروع کنه به ریزش تا مقاطع پایینتر فکر میکنم اینجا هم 20-25 درصد جا داره که قیمتی اصلاح سنگینی رو انجام بده این از مجموعه چند تا چارت تا بسیار مهم تو این هفته که مطمئنا میتونه تأثیر گذار باشه روی تصمیم فد این هفته اولین هفته بود که بعد از مدت ها بگیم بعد از سال اولین بار اینجاها بود بعد از در واقع ماه هفتم یک سال خورده پیش در حقیقت نرخ بهره اولین بار اونم نرخ بهره سی ساله که به عدد زیر چهار درصد رسید و این خودش در واقع نشون میده که بازار چقدر تنش خواهد داشت منتظره در واقع اعلام فد هستیم چند تا از اعضای فد روز جمعه صحبت کردن در مورد کاتریت و هشداراشون رو دادن به نظر میرسه که کاتریت حتمی است در میزنه و به نظر میرسه با ریزش بازار سهام ریسیشن یا رکود ایالات متحده خودش رو بیشتر نمایان میکنه اگه سرمایه توی بازار داری اگه سهام های اپل تسلا انویدیا یا متا رو داری بهت پیشنهاد میدم حتی آمازون بهت پیشنهاد میدم سهامات رو سکیور بکنی در واقع در حقیقت بتونی که با آپشن ها کاورش بکنی و البته اگر هم توی سود هستی بهترین حالت اینه که سبد سهامت رو خالی بکنی این فصل فصلیه که باید روی کش بشینی رو پول نقد بشینی چون فرصتهای طلایی بعد از چند هفته آینده در واقع اون زمانی که ریزش سنگین بازار تکمیل بشه منتظر خریدارایی هست که با پول نقد تو بازار آمادن برام نظر تو بنویس اگه سهام دیگه ای هم مد نظرت مثل این سهام از سهام در واقع میتونم بگم کمپانیهای بزرگ حتما برام کامنت بکن و نظرت رو بنویس تا دوشنبه وبینار هفتگی فعلا خدا نگهدار